سلام، به میکروسیلیکومیکس خوش اومدین. گاهی وقتا بعد از اینکه ما برای کارای فیلوژنتیک مولکولیمون درختمون تو نرم افزار مگا رسم میکنیم، لازمه برای اینکه بفرستیمش به ژورنالی و راحت تر درک بشه توسط داور و همینطور خواننده های دیگه، بعضی تغییرات رو لازمه درش به وجود بیاریم که منظور از تغییرات شکلی رنگی که قابل درک تر باشه. از اونجایی که خیلی از ما علوم زیستی ها مهارت زیادی نداریم توی استفاده از نرم افزارهای گرافیکی مثل فوتوشاپ، فیلمورا، ادوبی ایلاستریتور، مگا تا یه حد محدودی به ما اجازه میده درختایی که رسم کردیم رو بیاریم و بعضی تغییرات شماتیک درش به وجود بیاریم. برای این کار درختمون رو قبلا باز میکنیم. درختی که کشیدیم رو از فایلوجنی، درختی که قبلا کشیدیم رو باز میکنیم، مکسیمایز میکنیم و اینجا همچون که میبینید دیسکریپشنی داره. برای اینکه اینو هایدش کنیم از قسمت کپشن هایدش میکنیم و یه بار کلیک کنم که درختم همه چیز قابل دیدن بشه و با انتخاب هر کدوم از کلاس‌ها که میخوام تغییر درش ایجاد کنم نودش رو انتخاب میکنم. از ساب تری درو آپشنز میگم و فرمت ساب تری میگم. همونجور که میبینید ست قسمت داره پروپرتی، دیسپلی و ایمیج. اینجا میبینید نود رو میتونم رنگش رو شکلش عوض کنم، رنگش رو عوض کنم و اینکه برانچش هم همینطور، رنگ برانچ هم همینطور. میتونم نازکی خطم هم تغییر بدم. از دیسپلی میتونم فونت لیبلی رو هم که دارم عوض بکنم، مثلا بشه تایمز نیو رومن. میتونم بولدش کنم، حتی سایزش عوض کنم همونجور که دیدید. اگه بخوام کار دیگه بکنم، چون انتخابش کردم، نود 18 رو میتونم ادامه بدم. انتخابای دیگه ای دارم و برای ایمیج هم همونجور که میبینین میتونم تغییراتی رو به وجود بیارم و بعد سیوش بکنم تا درختم برای خواننده حتی خودم قابل درکتر بشه. بذارین اینجا رنگ فونت رو هم عوض کنیم که ببینیم همش قرمز بشه اون کاسترمون. همونجوری که میبینین الان خوب قابل درکتر شد. حتی بخوام میتونم اینجا یه دیسکریپشنی هم اضافه بکنم. در نهایت به فرمت های مختلف، به فرمت حالا مگا 3 سشن سیوش بکنم و داشته باشمش. البته میتونم از ایمیج به فرمت های دیگه هم سیوش بکنم و استفاده بکنم. ممنون که با من همراه بودین.